عناوین اصلی: جدیدترین گزارش وزارت دفاع روسیه از عملیات نظامیش در اوکراین. انفجار و حریق گسترده در یک پمپ بنزین در مرکز چچن. اسلوواکی: ذخایر نظامی ما فدای اوکراین شد. نظرسنجی وال استریت ژورنال: ترامپ مسئله اسرائیل و اوکراین را بهتر مدیریت می کند. و خطرات نظامی و اقتصادی از دست رفتن پوکروفسک برای اوکراین. سلام و درود خدمت همه شما همراهان گرامی، به سرویس خبری این ساعت خوش آمدید. وزارت دفاع روسیه امروز گزارش داد که تأسیسات زیرساخت انرژی اوکراین که فعالیت مجموعه نظامی صنعتی این کشور را پشتیبانی می‌کرد مورد هدف قرار گرفت. نیروهای مسلح اوکراین طی شبانه روز گذشته در محورهای مختلف قریب 1915 نیروی نظامی خود را از دست دادند. وزارت دفاع روسیه گزارش داد که در طی 24 ساعت گذشته سامانه‌های پدافند هوایی روسیه علاوه بر 125 فروند پهپاد اوکراینی موفق شدند 11 فروند موشک هیمارس ساخت آمریکا را نیز منهدم کنند. این بیانیه اضافه کرد که ارتش روسیه امروز شنبه در حمله‌ای زیرساخت‌های انرژی اوکراین را مورد هدف قرار داد و به مواضع نیروهای نظامی این کشور در 146 منطقه حمله کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین تا کنون نیروهای نظامی کیف 646 فروند هواپیما، 283 فروند بالگرد و 33544 فروند پهپاد را از دست دادند. انفجار و حریق گسترده در یک پمپ بنزین در مرکز چچن. وقوع آتش سوزی مهیب و گسترده در یک پمپ بنزین در گروزنی مرکز چچن روسیه تعداد کشته و زخمی در پی داشت. حادثه مذکور به کشته شدن 4 نفر منتهی شد که 2 تن از آنها کودک بودند. وزارت فوریت‌های اضطراری روسیه این حادثه و تعداد کشته شدگان آن را تایید کرد. هنوز جزئیات علت این حادثه مشخص نشده است. اسلوواکی: ذخایر نظامی ما فدای اوکراین شد. یوراج بلانا وزیر امور خارجه اسلوواکی میگوید این کشور قرار نیست به حمایت نظامی اوکراین ادامه دهد. وزیر خارجه اسلوواکی در جریان سفر به برلین به همتای آلمانی خود گفت: براتیسلاو از ذخایر خود تجهیزات نظامی در اختیار کیف قرار نمی‌دهد، اما به روش‌های دیگر به این کشور کمک خواهد کرد. بلانا تاکید کرد که مواضع اسلوواکی در خصوص کمک نظامی به اوکراین ثابت و روشن است. این کشور تجهیزات نظامی بیشتری به اوکراین نخواهد داد، زیرا چیزی باقی نمانده است. ما فقط به ارائه کمک های بشردوستانه به اوکراین ادامه خواهیم داد. او گفت که براتیسلاو از همه راه حل های صلح‌آمیز برای مناقشه اوکراین حمایت می کند. رابرت فیکو نخست وزیر اسلوواکی پیش از این تحویل سلاح به اوکراین را متوقف کرده بود و خواستار حل دیپلماتیک درگیری میان این کشور و روسیه شد. فیکو با این استدلال که اتحادیه اروپا به روسیه نیاز دارد و روسیه هم به اتحادیه اروپا نیاز دارد وعده داد که پس از پایان جنگ روابط تجاری و سیاسی با مسکو را احیا خواهد کرد. ترامپ مسئله اسرائیل و اوکراین را بهتر مدیریت می‌کند. نظرسنجی وال استریت ژورنال نشان می‌دهد که دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه، جنگ‌های اسرائیل و اوکراین را بهتر از کامالا هریس، نامزد حزب دموکرات، مدیریت می‌کند. نظرسنجی این روزنامه در 7 ایالت کلیدی آمریکا نشان می‌دهد که پرسش‌شوندگان برای مدیریت جنگ اوکراین و مسئله اسرائیل با اختلاف دو رقمی دونالد ترامپ را به کامالا هریس ترجیح می‌دهند. بر اساس نظرسنجی وال استریت ژورنال در ایالت‌های تعیین کننده 50% رای دهندگان اعتقاد دارند که ترامپ بهتر می‌تواند جنگ اوکراین را مدیریت کند، در حالی که 39% به هریس رای دادند. در خصوص مدیریت مسئله جنگ اسرائیل در خاورمیانه نیز 48% به 33% از هریس جلوتر است. نظرسنجی که در روز جمعه انجام شده در مجموع نشان می‌دهد شرایط هریس و ترامپ در این 7 ایالت که می‌توانند نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر را تعیین کنند مساوی است. بر این اساس هریس با اختلاف 2% در ایالت‌های آریزونا، جورجیا و میشیگان از ترامپ پیش است، در حالی که رئیس جمهور سابق در ایالت نوادا 60% و در پنسیلوانیا 1% از معاون رئیس جمهور پیش است. همچنین شرایط دو نامزد در کارولینای شمالی و ویسکانسین مساوی است. نظرسنجی رویترز ایپسوز نیز در این هفته نشان داد که ترامپ و هریس در یک رقابت نزدیک قرار دارند و هریس با حاشیه 46% به 43% از ترامپ پیش است. و خطرات نظامی و اقتصادی از دست رفتن پوکروفسک برای اوکراین.
استانسیلاو زینچنکو مدیر اجرایی شرکت جی ام کی سنتر در اوکراین با اشاره به اینکه از دست رفتن پوکروفسک علاوه بر خطرات نظامی خطرات اقتصادی هم برای این کشور خواهد داشت. او گفت که این شهر که در دونسک واقع شده است منبع بیشتر زغال سنگ مورد استفاده در صنعت فولاد و دومین بخش بزرگ اقتصاد اوکراین است. ممنون از اینکه تا پایان با ما همراه بودید. لطفاً جهت حمایت از ما ویدیو رو لایک فرمایید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.